خدا شاهده، خدای اون بالا سر شاهد میگیرم کسی به ما یه دونه 100 تومانی قرض نمیداد، به این که به خاطر اینکه اینا بعد نمیتونن بگردونن. 100 تومن خیلی پول بود. من روزی 150 تومن حقوق میگرفتم، میوردم میدادم به مادرم. مادرم از من میپرسید چرا دستات پینه بسته؟ میخوابیدم میومد کرم میزد، بازرین میزد به دستام، میگفتم مامان من نمیدونست چی کار میکنم. میگفتم میرم باشگاه، مثلا باشگاه ورزشی میرم، این وزنه ها رو اینا که میزنم برای اینه، این دستام پینه بسته. میگفت چرا این کار رو میکنی؟ بابا این چه کاریه؟ منتها پولایی که میآوردم میگفتم من بسیج که بودم اینا حقوقای بسیجمه، چون من بسیجی بودم دیگه، من سال 63 و 64 و 65 بسیجی بودم، میگفتم اینا حقوقای بسیجیمه، الان معوقه‌ام دارم بهم میدن. بعد میگه چرا هر روز بهت میدن؟ من هر روز میدادم، بعد یه دیدم برای اینکه شک نکنه کردمش هفتگی، مثلا این شکلی میکنم. بعد میرفتم دم توی سرکان، دم یه مسجدی وای میستادم با یه سری کارگر دیگه، میومدن ما رو میبردن سر کار، کار میکردیم، حالا بماند چرا فوش میخوردیم، بماند حالا این ببخشید دیگه میدونید سر کارگر چجوری برخورد میکنه اینا. من فقط دارم این حرفا رو برای اون قشتی میزنم که الان تو خونه پدر مادرشون هستن، دارن خرجشون رو میدن، پدرش بهش میگه برو خلبان شو، برو تلاش کن. برای همه شماها دارم اینا رو میگم، شماهایی که با من در ارتباطین، شماهایی که بدونید شاید علی حمزه‌ای الان تو سعادت آباد داره زندگی میکنه، خانمش دندون پزشکه، همین خانم هم هزار تا بدبختی کشیده و من جاش نیست اینا رو بگم. چه شب نخوابیایی پدر خانم من با شرف کفاش بود. از یه پدر کفاش 4 تا دکتر اومد بیرون، با شرف کفاش بود. از یک مرد کفاش 4 تا دکتر با رتبه های دورقمی اومد بیرون. اینو میخوام به شما بگم که میخوام بهتون بگم تمام اونایی که دارین صدای منو میشنوین، ما همیشه اینجا نشستیم حرف زدیم خندیدیم، ولی بدونید که شماها پدر مادرتون از کجا به کجا رسیدن به قدر بدونید. اگر باید خلبان بشید کوهو بکنید خلبان بشید، برید دکتر بشید کوهو بکنید دکتر بشید. من هم درس میخونم هم عملگی میکنم هم کنکور امتحان دادم. هزار ماشاءالله. خب حالا بماند اینا، اومدیم رفتیم. من اینا رو هم دوره های منم نمیدونن، من هیچ وقت این حرفا رو نزدم، خیلی از خانوادم میدونن ولی هم دوره های من نمیدونن. خلاصه بماند. بعد خلاصه اینا گذشت، من این عملگی این دو کارم ادامه پیدا کرد. دلیلش هم که فهمیدن و تابلو شد این بود. آخرین روز عملگیم 3 ماه بعدش که گذشت، من خونه پسر دایی خانومم کار میکردم، اومدن ما رو بردن، یکی اومد ما رو برد توی خونه پسر دایی خانومم، خدا رحمتش کنه، حسین عزیزم، حسین خاقانی که بچه هاشون تو لایف هستن، من همیشه به عنوان جوک اینو تعریف میکردم. من استانبولی، حالا میبردم طبقه دوم سوم اینجوری هایی میرفتیم میومدیم، من کارم همین بود، یا آجر میبردیم، استانبولی میبردیم، گشت میبردیم، همین کارهای همینا رو بلد بودیم دیگه، ولی بلد بودم. به من میگفت درست کن اینا، درست میکردم، ملات اینا درست میکردم میرفت. بعد از همونجا اومدم شدم رئیس هیئت مدیره دو سه تا تابونی. بعد بگذاریم، بعد خلاصه اومدم داشتم کار میکنم، یهو زور شد، یه دفعه دیدم آقا حسین اومد تو. حسین میشناختم، پسر دایی خانومم بود. من یه چپیه داشتم برای عرق پاک کردن و اینا، از جبهه با خودم آورده بودم، همیشه با هم بود. یه دفعه حسین رو دیدم استانبولی خالی، برگشتم بالا به اوسا، گفتم اوسا چی میخواستی؟ برای اینکه نفهم، گفت بچه‌ها چرا استانبولی خالی اومدی؟ گفتم چی میخواستی؟ گفت خاک تو سرت، یادت رفت؟ گفتم برو گشت درست کن بیار، نم کشته نباشه، فلان نباشه. اینو گفتم چک سری اونجا بستم، تابستونم بود، سری چپیار بستم اینجوری،
اومدن کنار حسین رد شدن، این اومد بالا، اومد بالا و نهار آورده بود، نهار آورده بود و بعد اومدن رفتن، اومدن کشو بردم و بعد گفت این چیه بستی سرخ؟ گفتم سرم درد بکنه، من سینوزیت دارم و اینا، به اوستایی گفتم. ولی حسین حرف میزد اینجور، یه ذره صدامو عوض میکنم، تقریر صدام خیلی خوبه، صدامو عوض میکنم حرف میزد. آبگوش آورده بود یه کاسه به ما داد، من کنار اینا نشستم، گفتم من میرم تنها میخورم اون بعد. بعد رفتم خوردم اومدم، بعد تو یه جا توی اتاق خرابه دیگه، یه اتاقی که در پنجره نداره، اون گوشه نشستم داشتم غذا میخوردم، بعد حسین رفت ما دیگه فکرم رفته، چپگر باز کردیم و شروع کردیم اینات، دیدم ساعت 4:30 حسین اومد، همون دم در داشتم ملات درست میگم حسین ما رو دید. آقا بچه ها نگران شما نا. نه چون من نوید اینقدر... این بالا همین جور داره برام می نویسه و نمیتونم هم بتونم. باشه اینقدر گریه کرد خیلی ها نگران شما. حسین درود به شرفش، منو دید یهو دیدمش رو کردم اون بعد رو میکنم رد شد چپیه رو بستم، درود به شرفش فهمید، ولی هیچی نگفت، رفت بالا مزد منو داد به اوسایه، گفت خودت بده به این آقا. شبش رفته بود به مادرم گفته بود که میدونستی علی اولگی میکنه؟ گفت چطور اینا؟ دیگه شب که خوابیده بودیم فردا صبح مادرم گفت نشسته خوابیده رو سم، صبح زود خواستم بیدارشم برم، یعنی اینقدر گریه کرده بود خدا میدونه. بعد گفت شیام حلالت نمیکنم اگه بری، من خودم میرم خونه مردم لباس میشورم، زرد میشورم، فلان میکنم، ولی تو نرو.